که یک نفر امی معیار اساسی فکریش برای قضاوت در مورد پیروزی و شکست غلط است، این باید اصلاح شود. متوجه منظورم شدین؟ نه چی میگم؟ اصلی ترین نکته امیست که یک کس پیشرفت‌های مادی اقتصادی را معیار برای شکست و پیروزی و معیار برای درست و نادرست بودن قرار نده. یک کس اقتدار نظامی را معیار برای پیروزی و شکست قرار نده. دقت کنید، یک کس رشد اقتصادی و رشد صنعتی یک کشور را معیار برای پیروزی و شکست قرار نده. زمانی که ارزش‌های ایمانی نقض شده بود، وقتی ارزش‌های ایمانی در یک جامعه اسلامی نقض میشه، ولو از لحاظ مادی او کشور در بالاترین حدی از زندگی رسیده باشه، بر اساس تفسیر قرآنی ای کامیابی نیست و ای پیروزی نیست. و بنده مؤمن بر مبنای امیر معیارها میسنجه که هنگامی که پیشرفت و کامیابی و ناکامی بر مبنای مفاهیم معنوی بود، ارزشمند است، در تفسیر اسلامی ارزشمند است. اگر با نقض ارزش‌های ایمانی همراه بود، ارزش ارزش نداره. به همین خاطر ژاپن هم خیلی رشد داره از لحاظ اقتصادی، چین هم خیلی رشد داره از لحاظ اقتصادی، آمریکا هم خیلی رشد داره از لحاظ اقتصادی و صنعتی و فلان و فلان و فلان. بنده مؤمن میتونه بگه اینا کشورهای کامیابن؟ میتونه بگه مسیری که در اونجا قرار داره یک مسیر موفقیت است؟ چرا نمیتونه؟ به عین ترتیب در مورد کشورها و ارزش‌ها و افراد و اشخاص مسلمان هم رقم باید قضاوت صورت بگیره. و اسلام امیر میخواد که پیشرفت مادی با حفظ ارزش‌های ایمانی بوده باشه. هرگاه یک ارزش ایمانی نقض شود، هزاران پیشرفت مادی کامیابی حساب نمیشه. در اندیشه اسلامی کامیابی نیست. میشه یک نفر بر مبنای معیارهای مادی بگه کامیابی؟ در اندیشه اسلامی او کامیابیه که او دستاورد مادی، نظامی، سیاسی و اقتصادی که با نقض ارزش‌های ایمانی همراه باشه، هرگز مورد قبول اسلام نیست. و انسان‌هایی که امین و فکر میکنن معیارهای اصلی فکرشان غلط است و این باید اصلاح شود. امی که ما میگیم فلانی نفر بر مبنای معیارهای اسلامی قضاوت نمیکنه، علت چیست؟ علت دامی نکته است که قرآن پیروزی را چی میدانه؟ پیروزی را بر کسی میدانه؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون. اصحاب جنت کامیابند و کسانی که در دنیا در مسیر رفتن به جنت قرار دارن که بر مبنای معیارهای شرعی سنجیده میشه. کسی که در مسیر حلال قرار داره، در مسیر حرام نمیتونه. اگه فرد در مسیر حرام باشه، بگه جنت هم میره. پس هرگاه یک نفر مسیر خود عوض کرده بود، هر قدر دستاورد بزرگ مادی در دنیا داشته باشه، کل دنیا را فتح بکنه و کل دنیا را در اوج ترقی از لحاظ مادی و نظامی و سیاسی اداره بکنه، این در اندیشه اسلامی ارزش نداره.